بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با درس دیگر از درس های تفسیر میسر، تفسیر آسان، وارد تفسیر سوره مبارکه الحمد شدیم و گفتیم که ان شاء الله در این برنامه بتونیم که سوره حمد رو تمومش کنیم و اگه بیش در یک جلسه یا اینکه در دو درس. کلمه الحمد لله رب العالمین، کلمه الحمد به معنای خبر دادن از صفات زیبای ستایش شده همراه با محبت و بزرگ داشتنش. پس دقت بفرمایید، در اینجا یا در تعریف دیگر هم میگویند که الثناء بالوصف الجمیل على العمل الاختیاری على جهة التعظیم، که همون تقریبا همین تعریف هست که وصف و ثناء به زیبایی بر کارهایی که به اختیار انجام داده و از روی محبت و تعظیم باشه. در هم بایستی چهار چیز وجود داشته باشه. وقتی میگیم که الحمد، کلمه حمد در اون چهار چیز بایستی وجود داشته باشه. یک، قبل از هر چیز شناخت خداوند هست. تا زمانی که ما خدا را نشناسیم چگونه میتونیم اونو مورد مدح و ستایش قرار بدیم؟ چگونه میتونیم خدا را ثنا کنیم؟ پس بایستی خدا را شناخت. شناختن خداوند هم که خودشون در قرآن معرفی فرمودن و فرمودن که در جهان آفرینش شما نگاه کنید تا به صفات خدا پی ببرید. پس اولین شرط در حمد این است که ما خدا را درست بشناسیم. اگر خدا را درست نشناخته باشیم نمیتونیم مدح و ستایشش کنیم. اینه که خیلی ها دچار انحراف وقتی میشن و شریک برای خدا قرار میدند، اینها دیگه خدا را چون نشناختن هرچند بگند الحمدلله، خب این سخن مطابقت نداره با اون شناختشون. دومین شرط اینه که این شناخت شما محبت رو به وجود بیاره. پس این شناخت به باراورنده محبت باشه. اگه محبتی این شناخت به وجود نیارد، شناخت تنها ارزش نداره. خدا را شناختی، این نعمتهایی که بهت داده و خداوند با اراده خودشون با از روی رحمت خودشون این نعمتها را به تو داده، این جهان را آفریده، محبت خدا در قلب شما به وجود میاد. بعد مرحله سوم میاد که خدا را شناختید، محبت او در قلب شما جای گرفت، خدا را بایستی بزرگ دانست و از فرمان او اطاعت کرد. بزرگ داشتن ذات خدا و بزرگ داشتن فرمان خداوند. محبت خالی که کافی نیست، پس بایستی خدا را بزرگ دانست و از فرمان او هم اطاعت کرد. چهارمیش بعد از اون اعتراف میاد که شما با زبان خودتون به خوبی ها و صفات کمال خداوند. پس این چهار شرط در حمد هست: خدا را بشناسیم، محبت خدا در قلب ما به وجود بیاد، بعد خدا را بزرگ بداریم و بعد اعتراف کنیم به این خوبی ها و صفات کمال خداوند عز و جل. و این الف لامی که در الحمد هست، الحمدو میگیم، این بهش میگن الف لام استغراق، یعنی جنس هم تمام هر چیزی که ثناء زیبا هست، ستایش های زیباست، فقط از آن الله هست. تمامش الحمد، تمام ستایش ها.
حالا بر اساس تعریفی که کردیم که اون چهار شرطی که روی هم انباشته شده، اگر یه گاهی یکی از این شرط ها نباشه دیگه بهش حمد گفته نمی شود. یه فرقی هست بین حمد و مدح، اینه که مدح در مدح این است که شما به خوبی های طرف اعتراف می کنید، اما امکان داره محبتش نداشته باشید، اونو محترم نمی شمارید. پس این بهش میگن مدح. شما اعتراف میکنید به یه سری صفاتهای خوب و پسندیدهی که در فردی هست، این کن در ازش خیلی هم بدت بیاد و احترامش هم نمیذاری، اینو بهش میگن مدح. اما حمد اینه که هم اعتراف میکنید به این صفات خوب و پسندیده همراه با محبت، همراه با تعظیم و بزرگداشت خداوند، و اعتراف هم میکنی به زبانت به این که الله سبحانه و تعالی مستحق این ستایش هاست. فرق دوم اینه که حمد فقط از آن الله هست. شما درباره هیچ انسانی نمیگید که فلانی را حمد کردم، بلکه میگید مدح کردم. پس میگیم که الحمد، تمام انواع ستایش ها به نحو احسن و کاملترینش فقط از آن الله سبحانه و تعالی است. اگه بخوام در مورد اهمیت هم یک صحبت کوتاهی داشته باشیم، هم در جهان بینی اسلامی جایگاهی ویژه‌ای داره، ستایش خداوند. اولا ستایش خداوند در اصل آفرینش در این جهان و در آخرت، ستایش خداوند در شروع و انتهای این جهان که بوده، جهانی که این پایان می‌یابد با حمد خداست، ابتدای آخرت با ستایش و ثنای خداست، و انتهای حسابرسی مخلوقات در روز قیامت با حمد و ستایش خداست، دخول مؤمنان بهشت به بهشت با حمد و ستایش خداست، و نجات یافتن مؤمنان و هلاکت اشرار و بدان در این دنیا هم میبینیم که همراه با ستایش خداست. فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. پس این یک جهان بینی است برای در فکر اسلامی که خداوند به هر نحوی مستحق ستایش هست، زیرا هیچ کاری خداوند به دور از رحمتشون انجام نمیدن. هر کاری که انجام دادن چون بر اساس رحمت بوده، پس او مستحق ستایش است. چون صفات کمال دارد مستحق عبادت و ستایش هستند. خب الحمدلله رب العالمین، لفظ الله را توضیح دادیم و گفتیم که فقط اسمی است برای ذات خداوند و در برگیرنده تمام صفات کمال و جمال خداوند هستند، و گفتیم به چه کسی هم اله گفته می شود، و اگر غیر از خدا هم اطلاق شود من باب مجاز اگه باشه، حقیقتا هیچ الهی کسی که مستحق این که به او اله گفته شود غیر از الله سبحانه و تعالی وجود نداره. بدین خاطر میگید که لا اله الا الله، هیچ معبودی نیست کسی که بتونه به شما نفع برسونه یا ضرری از شما دفع کند، امید و ترس باشه و محبتش باشه، اطاعت از او باشه، از او کمک خواستن باشه، این فقط از آن کیه؟ الله. پس لا اله یعنی این صفاتی که اله داره فقط الله هست، فقط الله سبحانه و تعالی می باشد. رب العالمین، تمام انواع ستایش ها و ثنا فقط برای الله هست، لله رب العالمین. که این الله چه صفتی داره؟ چه معرفیش اینه که رب العالمین هست، پروردگار عالمین هست. کلمه رب از مصدر رب یربو گرفته شده، به معنای
پروردن هست، پرورش دادن هست. شما میگید مربی، کسی که پرورش میدهد. پرورش دهنده بایستی دارای یک صفاتی باشه. اولین صفت رب اینه که امکانات را برای کسی که پرورش میدهد آماده کنه، امکانات فراهم کنه. خب خداوند نگاه کنید به انسان چه امکاناتی داره در ذات خودش و در جهان هم چه امکاناتی براش قرار داده که بتونه به اون وظیفه‌ای که خداوند براش مقرر داشته اند بتونه بون عمل کنه. اگر خداوند به ما این امکاناتو نداده بود، اینجا رب یکی از صفات مهمش رو از دست میدهد و خداوند از وجه از این پاک و منزه هست. هر مخلوقی خداوند یک امکاناتی براش قرار داده، نه فقط برای ما انسان ها بلکه برای تمام مخلوقات خداوند یک سری امکانات قرار داده. خلق فسوا قدر فهدا، هر مخلوقی اونگونه که شایسته بوده آفریده و برای کاری هم که مد نظر هست انجام بده اونو به اون راه هدایت کرده، قرار داده، در ذاتش قرار داده که این کار رو باید تو انجام بدید. شما خیلی از مخلوقات رو میبینید که خود به خود این کار انجام میدن، خداوند اینو در سرشتشون، در غریزشون قرار داده که باید این کار انجام بدن. وظیفه شما در چرخه حیات این هست. پس اولین کار رب یا اولین صفت رب و مربی فراهم آوردن امکانات هست. دو، از بین بردن موانع هست. باید موانعی که سر راهش هست برداره تا وظیفهشو انجام بده. اگر موانع رو در سر راهش قرار بده امکانات بده، خب این با هم تناقض داره. سه، بعد از این که بهش امکانات میده موانع رو سر راهش برمیداره، کنترلش میکنه، به حال خودش رها نمیکنه، امر و نهیش میکنه. ولله المثل الاعلا، به عنوان مثال شما برای فرزندتون به عنوان مثال میایید امکاناتی فراهم میکنید، یه سری موانع سر راهش برمیدارید. نمیشه که این فرزند شما اونو به حال خودش رها کنید، هر طور که خواست زندگی کنه، هر طور که خواست کار انجام بده. نه، اونو کنترل میکنید، امر و نهش میکنید، اینگونه کن، مراقبش هستید. چهارمین صفت رب این است که وقتی که کسی امکانات داده، موانع سر راهت برداشته و کنترلت میکنه، باید ازش اطاعت کنی. پس اون ستا در حقیقت در مورد خود مربی بود. الان این دو صفت بعدی برمیگرده به خود کسی، به کسی که تربیت میشه، که باید ازش اطاعت شود. البته ذاتاً حتی این دوتا هم برمیگرده به مربی، که بایستی از او اطاعت شود، چون این امکانات رو فراهم کرده، موانع برداشته، امر نهی میکنه. امر که کرد معناش این نیست که شما الان اختیار داری که اطاعت بکنی یا نکنی، میخوای زیر پا بذاری یا نه، بایستی از او اطاعت شود. چهارم و پنجم، ازش کمک بخواهیم. پنجمین صفتی که در رب هست، ازش کمک بخواهیم. پس این پنج صفت در رب هست. خب رب العالمین وقتی میگیم یعنی الله سبحانه و تعالی پرورش دهنده مخلوقات هست، امکانات داده، فراهم کرده، موانع برداشته، کنترل کرده. حالا باعث از چون و این ذاتی که اینگونه هست باش ازش اطاعت کرد و در این اطاعت هم ازش کمک میخواییم که بار الله ها در این وظیفه‌ای که از من خواستی منو کمک کن، منو به حال خودم رها نکن. کلمه العالمین جمع عالم هست، جمع عالم هست، اسم جنس هست، اسم جمع هست. حالا عالم چیه؟ عالم بر وزن فاعل هست،
فاعل در مورد صیغه هایی به کار برده میشه که وسیله انجام کاری هستند. فاعل صیغه ای است که برای بیان وسیله انجام کاری که هست به کار برده میشه. شما میگید خاتم، یعنی به وسیله اون شما اون چی که پایان یافته مهرش میزنید، با اون یعنی اون چی با اون پایان یافته نهایت صفحتون مهر میزنید، یعنی با این دیگه تموم شده، ختم شده، تموم شده. پس یک وسیله چیزیست، انجام دادن یک کاریست. بیشتر مفسرین وقتی که نگاه میکنیم میگین که عالمین ما سوا الله هست، یعنی غیر از الله سبحانه و تعالی میگن العالمین. میتونیم بگیم که عالم بر این اساسی که از نظر لغوی گفتیم، عالم یعنی اون چی بیاری اون کار دانستن انجام می شود و به وسیله اون دانش به دست می آید. پس عالمین یعنی اون چی بیاری اون کار دانستن انجام می شه و دانش به دست می آید. چگونه؟ نگاه کنید، انسان به عنوان وسیله است برای شناساندن الله سبحانه و تعالی. یعنی انسان وقتی که به انسان نگاه شود، این انسان به عنوان یک عالم است، یک وسیله است برای شناساندن خداوند. جهان هم وسیله است برای شناساندن خداوند، به خصوص در مورد خود انسان. حالا مفسرین وقتی که گفتند که عالم این جمع عالم هست و غیر از الله گفته شده، باید از این دید نگاه کنیم که هر کدام از اینها به وسیله اینها دانش به دست میاد، کار دانستن انجام میگیرد، معرفی کننده الله سبحانه و تعالی است، مخلوق خداست، داره خدا را معرفی میفرمایند. پس همه مخلوقات در حقیقت به وسیله اونها کار دانستن انجام میگیره که خدا را داریم میشناسیم. در اون علم خدا، حکمت خدا، رحمت خدا و باقی اون اسما و صفات زیبای خداوند در این مخلوقات شما میتونید ببینید. الحمدلله رب العالمین، آفریدگار، پروردگار، پرورش دهنده جهانیان. گفتیم که عالم هم بر وزن فاعل به معنای اون چی که به وسیله اون کاری انجام میگیره، به وسیله اون صفت دانش به دست میاد، که به وسیله اون ما میتونیم در هر مخلوقی خدا را بشناسیم. مالک یوم الدین، آیه سوم. در قرائت دیگه اومده که ملک یوم الدین، دو قرائت متواتر هست. مالک میگین که مالک یوم الدین، مالک از مصدر ملک گرفته شده و ملک یوم الدین، ملک هم از مصدر ملک است. پس مالک مصدرش ملک هست و ملک مصدرش چیه؟ ملک هست. حالا فرقشون چیه؟ فرق مالک و ملک. ملک یا مالک که مصدرش ملک هست، چه وقتی میگن که این ملک فلانی است، یعنی اینکه در اختیارش هست، عملا در اختیارش هست و از اون استفاده میکنه، خودش اختیارش هست. وقتی میگم که این قلم ملک من هست، وقتی میگم که این قلم ملک من هست، یعنی اینکه عملا اختیار این قلم در به من هست و من میتونم هر گونه که بخوام استفاده کنم. اما ملک، ولی یا ملک، کسی که چیزی را در اختیار دارد،
اما با صدور فرمان در اون دخل و تصرف می کند. ملک مالک اون کسی است که اختیار چیزی را داره عملا، و ملک کسی که اختیار رو داره اما با صدور فرمان میاد در اون چیز دخل و تصرف می کند. شما میگید که فلانی پادشاه هست. خب پادشاه هست یعنی فرمان میدهد در اون چیزی که در زیر دخل و تصرفش هست، با فرمانش این کارا رو انجام میده. و وقتی که شد مالک چیزی، یعنی اینکه خودش در اون تصرف میکند. ولی الله سبحانه و تعالی هم مالک هستند و هم ملک. همین که مالک هستند به معنای اینکه همه جهان از آن اوست، و هم ملک هستند، پادشاه هستند، دستور میدهند و اون گونه که بخواهند در جهان تصرف میشود. در روز قیامت، البته قبل از این میگیم که این قرائت ها همیشه مکمل همدیگر در معنا هستند، معنا را خیلی کامل تر میکنند. وقتی میگیم که مالک هست و ملک هم هست، این دو معنا را با همدیگه خیلی زیباتر کامل میکنند. کلمه یوم، یوم الدین، مالک یوم الدین. کلمه یوم در اصل به معنای روز هست، همین از که از طلوع فجر تا غروب خورشید بهش میگن روز. اما احیانا به معنای روزگار هم یه مدت طولانی به کار برده میشود، یعنی از اون محدودیتش، محدودیت یک روز بیرون میاد و به معنای یک زمان طولانی که البته آغاز و پایانی داره به کار میره. وقتی خداوند میفرماند که خداوند آسمان ها را در 6 روز آفرید، منظور این 6 روزی که الان ما با اون سر و کار داریم نیست، زیرا این 6 روز زاییده آسمان ها بعد از خلقت آسمان ها و زمین هست، زاییده گردش زمین هست، شب و روز به وجود میاد بعد از خلقت آسمان ها بوده. پس این شب و روزی که خدا میگن که 6 روز، نه این 6 روزی که الان تو ذهن ماست، منظور 6 حالا روزگار، 6 مرحله‌ای که خب یک هر مرحله یک مدتی داشته. پس این به معنای یوم هست. وقتی میگیم که یوم الدین، یعنی زمانی است که، حالا یوم الدین چه زمانی است؟ یوم الدین زمانی است که از دمیدن در سور شروع میشه، که اسرافیل در سور میدمند، بر اثر اون همه انسان ها میمیرند، با دمیدن دوم همه زنده میشوند، بعد همه انسان ها در صحرای محشر جمع آوری میشن و محاکمه میشن، هر کس اعمال پاداششو میبینه، تا اینکه به گروه بهش میرن، گروه به جهنم. این یوم الدین هست. پس ابتدای اون از زمانی است که در شیپور دمیده میشه برای در اون نفخ اول، در بار اول، تا زمانی که امتداد داره، تا زمانی که انسان ها میرن به بهشت یا جهنم. این یوم الدین هست، این یوم الدین هست، یک روزگار طولانی که خب خداوند در مورد این روز فرمود که خب 1000 سنه یا 1000 سال هست مدت اون روز. پس منظور یک روز طولانی است. یوم الدین، روز، حالا کلمه دین رو نگاه کنیم که دین چه معنایی داره، و بعد هم قیدهایی داره که بایستی به این قیدها دقت کرد. دین به معنای تسلیم شدن و فروتنی در برابر کسی که تسلط دارد. دین پس به معنای تسلیم شدن و فروتنی در برابر کسی که تسلط داره، این اصل معنای دین است، فروتنی و تسلیم شدن. حالا دین نگاه کنید که 4 قید داره. این قیدها بسیار مهم است در فهم کلمه دین. یکی این که وقتی میگیم که دین، حالا اسلام باشه یا هر دینی که باشه، به خود دین اسلام که صحبت هست،
اولا که باز یک فرمان روای باشه، خب که حکم کند دیگه. دو، وجود یک تسلیم شونده. سوم، سوم وجود روشی برای خضوع و فروتنی و فرمانبرداری، یعنی که یک قانونی باشه، وجود یک قانون میگیم. این سومین قید در دین هست. چهارمی این که بالاخره وقتی که یک وجود، یک نهایتی سرانجامی باشه، که وقتی شما یه راه و روشی قرار دادید، یک قانونی هست، کسی از این قانون پیروی کرد چه نتیجه داره و کسی هم که از قانون پیروی نمی کنه چه نتیجه داره. پس این چهار قید رو دقت کنیم. اولا که یک فرمان روایی هست که الله سبحانه و تعالی است. دو، تسلیم شونده است که ما انسان ها هستیم. سه، قانون نیست که خدا قرار داده. چهارم، نتیجه پیروی از قانون یا پیروی نکردن از قانون هست. که کسی پیروی کنه چه پاداشی داره، کسی پیروی نکنه چه پاداشی داره. پس یوم الدین میگیم که تنها به معنای روز جزا نیست، بلکه یوم الدین میگیم که به معنای روز دریافت اجر و پاداش هست. اون کسانی که به اون گونه که خداوند خواسته زندگی کردند و در برابر خداوند تسلیم بودند و دریافت پاداش بعد هم برای کسانی که در برابر خدا تسلیم نبودند، این معنای یوم الدین هست. پس کلمه مالک یوم الدین، پادشاه و صاحب روزگاری که در اون انسانها نتیجه کارهایشان را میبینند. اگر پیرو دستور خدا بودند، پاداش خوب که بهشت هست، امنیت آرامش، و اگر پاداش بد دیدند که کار بد کردند، پاداش بد خواهند دید که همون جهنم هست و عذابی که در اون هست. این به معنای مالکی یوم الدین هست که از یکی از موضوعات بسیار مهم قرآن هست، که قرآن از این موضوعات هفتگانه‌ای که در درس‌های گذشته گفتیم، بسیار در قرآن روز قیامت، روز جزا، روز یوم الدین، یوم الآخر، همه اینها در قرآن بسیار بسیار صحبت شده. امیدوارم که خداوند به ما این توفیق بدن که بتونیم بندگان صالح و شایسته باشیم و از دستورات خدا اطاعت کنیم. میتونید برای دریافت جزوه این درس به سایت علمی شبکه که زیرنویس میشه مراجعه کنید. سوالی در مورد این درس هست، به همین صورت انتقادی، پیشنهادی هست، مطرح بفرمایید که این انتقادات و این پیشنهادات شما در بهتر شدن سیر برنامه‌مون تأثیر بسزایی خواهد داشت. تا بر درس بعد، همه ما در حفظ پناه خدا. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحابته اجمعین، و الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.